ای صیادی از فاضلاب، ماهی زنده صید نخواهد کرد. عرض ادب دارم خدمت شما همیانان عزیز و ارجمندم، خدمت آفریدگار ایرانم. تا که متوجه شدید این برنامه به مسائلی میپردازه، در واقع به سیاره هایی میره که کمتر چیزی در اونجا ترددی داره. سعی میکنیم مسائلی مطرح بکنیم که کمتر بهش توجه میشه، اما مسائل مهمی هستن و به زندگی ما ارتباط مستقیم دارن. توجه فرمودی در هفته های اخیر چند نوبت با آقای دکتر نوریالا بودیم و سفر کردیم به گذشته و تطور و تحول در ادب فارسی و شعر و از این قبیل و جوامع روشنفکری و نگرش اونها به جامعه، نگرش اونها به دنیا که خیلی متفاوت بود با نگرش امروزی ها، یعنی نسل امروز که واقعا اون کم و کاستی های ما رو نداره اما امتیازات نسل گذشته رو به تمامی داراست. خیلی مهم. این بار اجازه سرکشی کنیم به موضوع دیگری. همینطور که همه ما میدونیم نفت اسباب نزاع و مجادله شد در منطقه خاورمیانه. کار به جایی رسید که ما الان چندین سرزمین بی صاحب داریم، مثل سومالی، مثل مالی، مثل سوریه. اینا سرزمین های بی صاحب هن. وضعیت لبنان هم بهتر نیست. امروز حکومت مرکزی در لبنان زورش کمتر از گروه های مسلحیست که در اونجا ارزندام میکنند و از کمک های خارجی برخوردارن. یعنی به شکلی لبنان هم داره میره تا در یک تحول دگرگونساز تبدیل شده کشور بی صاحب. بروی نفت اسباب منازعه است در اونجا و خیلی از کشورهای منطقه امروز به فکر افتادن که به شکلی آینده رو برای خودشون ذخیره کنن. یعنی چی؟ یعنی به دوران بعد از نفت فکر کنند و سعی بکنن که جوامعی پدید بیارن که بتونه از طریق خدمات در واقع کسب درآمد بکنه و زندگی خودش رو اداره بکنه و زندگی نسل‌های بعد. یک مشکل ما در ایران اینه که همه چیز رو به حساب امروزی ها هزینه می کنیم. حتی چاهای نفت رو، منابع زیرزمینی رو، ثروت های ملی رو، در حالی که در اروپا وضعیت به گونه دیگری است. نگاه بکنید به این ذخایر نفتی در دریای شمال مشترک بین نروژ و انگلیس. در اونجا این منابع نفتی و مجموع درآمدهاش بخشی سهم امروزی هاست، بخشی کنار میگذارن برای آیندگان و از نفت استفاده میکنن. برای چی؟ برای تحکیم مبانی صلح، برطرف کردن هر گونه تنشی و کمک کردن به یک جامعه مدنی، تقویتش و همینطور تعالی و تکاملش. امروز یک شخصیتی هستیم هم میگنم که از راه دور آمدن فقط به خاطر شرکت در این برنامه، آقای دکتر مهندس قاسم بیات، کارشناس برجسته مسائل نفتی. امروز داری میبرن به نروژ، میبرن به دریای شمال، میبرن به سکوهای نفتی، ببینیم که واقعا نحوه تعامل حکومت ها در اونجا با ثروتی به نام نفت چگونه است، چه میکنن اونها و ما در خاورمیانه چه میکنیم. یعنی در خاورمیانه نفت شده یا عامل مزاحم در راه رسیدن این جوامع به آزادی، دموکراسی، سکولاریسم و از این قبیل، در حالی که در اروپا وضعیت به گونه دیگری است. همه در فکر آینده هستند و سهم آیندگان به کناری گذاشته میشه و هیچ کس حق تعدی و تجاوز به این اندوخته نداره، میمونه برای بعدی ها. دکتر بیات، درود بر شما، خیلی خوش آمدید. درود بر شما جناب میبودی، خیلی خوشحالم شما رو میبینم. شما سلام، چقدر لطف کردیم میکنم خدمت بینندگان این برنامه. چند ساعت تو را بودی؟ تقریبا 8 ساعت. 8 ساعت واقعا از تگزاس دار برسم به اینجا. بله، خیلی لطف کردیم. خیلی لطف، خیلی ممنونم از شما. خب من میدونم که شما روی این سکوها کار کردید. روی این سکوها هم کار کردم. بله، در نروژ، همینطور در انگلیس، مدت ها در اسکاتلند بودید، در اونجا هم همینطور روی صنایع نفت و گاز، در ایالات متحده، همینطور امروز در تگزاسی. ممکنه ما بفرمایید که نحوه تعامل نروژی ها مثلا با قضیه نفت به چه صورته؟ چه تفاوت هایی با ما داره؟ اونجا چیا دیدید؟ بله، ما سراپا گوشیم. بله،
با کمال میل. ضمن این که داشتم به سخنان مقدمه شما گوش میکردم، یک مرتبه خاطره ای به نظرم رسید که فکر میکنم این در رابطه هست با صحبت های شما، و اون هست که یک کشور متمدن با یک چنین سرمایه ای چه کار میکنه. خاطرم هست که من میدونم سال 1973 یا 4 دیگه انگلیس زندگی کردم تا سال 1990 و 1974 تا 90 تا 1990 که 16 سال. وقتی میگه انگلیس اسکاتلند هم جزو شد؟ انگلیس و اسکاتلند، بله با هم. و اسکاتلند کجا بودی؟ اسکاتلند در ادینبرو بودم، شهر ادینبورگ ما بودیم به فارسی، و در گلاسگو. در این دو شهر مختلف، بله. و در مؤسسات نفتی که کار میکردی کجا؟ مؤسسات نفتی، شرکتی که من براشون کار میکردم اسمش بود British National Oil Corporation، بله، یعنی شرکت ملی نفت انگلیس که بعد تبدیل شد به شرکت بریت اویل، یعنی بریتیش اویل، بله. و بعد شرکت بریتیش پترولیوم یعنی بی پی اون رو خرید. در نتیجه من برای هر سه تا این ها کار کردم. محل کار من در گلاسگو بود، شهر گلاسگو که یکی از شهرهای خیلی بزرگ صنعتی بریتانیا است، و بعد مدتی هم در لندن کار کردم قبل از اینکه شرکت، به دلیل اینکه من دائما نیاز داشتم سفر بکنم بین اروپا و امریکا، چون من مسئول توسعه تکنولوژی مهندسی مخازن نفت بودم برای این شرکت، و در نتیجه عده زیادی از کسانی که من باید به اونها کمک میکردم در امریکا زندگی میکردن یا خارج از کشورهای این بود که آخرش تصمیم گرفتن منو به امریکا منتقل بکنن، و با اومدنم به امریکا دیگه البته اینجا مقیم شدم. منتها خاطره ای که دارم که این خاطره شاید برای مردم ما هم در ایران خیلی جالب باشه از نظر نوع اتفاقی که افتاد، این بود که در سال 1900 تقریبا 1980 واقعا معلوم شده بود که صنایع انگلیس دیگه توانایی رقابت با هیچ کشور دنیا رو نداشت. و یعنی حدود دوره که در ایران انقلاب رخ داد، انقلاب 1979 رخ داد. 79 رخ داد، بله. درست. همون همزمان. بله. بله. قدرت رقابت انگلیس از دست از رفت، از رفت. خب قدرت انگلیس شاید دهه ها بود که داشت پایین میرفت. منتها این باره دیگه صنایعش هم عقب افتاده بود در مقایسه با ژاپن، در مقایسه با امریکا، در مقایسه با بقیه اروپا مثل آلمان و فرانسه. و در نتیجه دولت انگلیس یک تصمیم خیلی شدیدی گرفت، و این درست همون زمانی بود که صنعت نفت در حال توسعه بود و تولید نفت داشت حرکت میکرد و بالا، و دولت انگلیس دریای شمال، بله بله بله، در دریای شمال که واسطه بین انگلیس و نروژ هست و قسمت اعظمش. البته چقدر فاصله داره تا خاک انگلیس؟ این سکوها، این سکوها در وسط دریا هستن. شاید دریا در حد اکثرش شاید معادل مثلا فرض کنین 200 مایل حد اکثر. 200 با نروژ چقدر فاصله داره؟ خب این سکوها که اون وسط نشستن یعنی 100 مایل به هر طرف داره، به هر طرف تقریبا. و این منابع نفتی اکثرا در فاصله دقیقا حد میان بین این دو کشور قرار گرفتن، چون جزایر انگلیس که در حال جدا شدن از قطعه اروپاست، این وسطش زمین باز میشه و مواد رسوبی در اون وارد میشن، و بعد از تقریبا 50-60 میلیون سال همه اونا تبدیل به نفت میشن، که اکثر منابع نفتی درست، مخازن میدانهای نفتی درست در این وسط این دو تا. پس عمری منابع حدود 50-60 میلیون سال قبل اکثرشون تأسیس شدن، بعضیاشون هم 400-100 میلیون سال. بله. نکته مهم این بود که انگلیس در دوره‌ای بود که خانم تچر، مارگارت تچر، نخست وزیر انگلیس شدن، و این خانم تچر چون از خانواده‌ای میومد که پدر ایشون مغازه‌دار بود، که این خانم خیلی مغز حرفه‌ای داشت، یعنی میفهمید که اقتصاد باید چه جوری ادارش کرد. وقتی دید که انگلیس دیگه توانایی این که چیزی رو بسازه که بتونه به دیگران بفروشه نداره، خیلی ساده بود، میگفت ما کشتی میسازیم که هیچ کس نمیخره. خب مثلا فرض کنین در کره اون رو با قیمت نصف کشتی ما میسازن، ما لوکوموتیوی درست میکنیم که نه مرغوبیت بقیه کشورها داره نه به قیمت اونا، ماشینای میسازیم که هیچ کس نمیخواد بخره، بگذاریم که ما در ایران ماشینای هیلمن هانتر رو میخریدیم به پیکار. بله. این بود که این خانم تصمیم گرفت تمام صنایع قدیمی انگلیس رو ببنده. و عملا در انگلیس همه بیکار شدند. این خانم از پول نفت استفاده کرد، به کارکنان در انگلیس حقوقشون داد، چون میدونین یه کشور متمدنه وقتی کسی کار نکنه باید بهش حقوق بدن. درست. بله. به مدت چند سال حقوق اونها رو از درآمد نفت داد، تا وقتی که کارخونه های ماشین سازی مدرن درست کردن، کارخونه های کشتی سازی مدرن درست کردن،
صنایع الکترونیک آوردن ایجاد کردن. بیخودی میگن یعنی سیاست زن آهنی. یعنی بعد از این دوره یک مرتبه میبینیم انگلیس دوباره مثل یک فینیکس انقایی که در زیر خاکستر رفته دوباره بالا آمد و اون چیزی که امروز انگلیس داره نتیجه خدمات این خانم بود که تمام صنایع انگلیس رو مدرن کرد. درآمد نفت بعد اندازه‌ای بود که بتونه درآمد نفت بله چرا حدوداً یادتون هست اون موقع ها حدود 2 میلیون بشکه انگلیس تولید می‌کرد. 2 میلیون بله 2 میلیون اون دوره ها چیزی حدود مثلا 70 دلار شاید می‌فروختنش 60 یا 70 دلار بله. چه مقدار هزینه داشت تولید اون موقع؟ هزینه ها هنوز خیلی بالا نبود. فکر می‌کنم هزینه ها اون موقع شاید حدود مثلا 15 تا 20 دلار بود. یعنی فرض کنین 50 دلار برای هر یک بشکه درآمد اینها داشتن که البته در انگلیس درآمد عملا مال شرکت‌های نفتی بود، متا انگلیس از اونها مالیات می‌گرفت. بله متا همون مالیات فراوان بود و رویالتی می‌گرفت که فراوان بود. اون رو تماما هزینه کردند برای مدرنیزه کردن مملکتشون و این و موفق شد. و موفق شدن بله. و انگلیسی که ما امروزه داریم که بسیاری از صنایعش با دنیا رقابت دیگه میتونن بکنن، چون قدرت استعماریشو که دیگه نداره که بتونه به زور بیاد به کشورهای دیگه بگه اجناس منو بخرید. درست. الان رقابت میکنن بیشتر به دلیل این مرغوبیت اجناسی که دارن و قیمت تمام شده. این یک خاطره ای داشت بود برای من که ببینم انگلیسا چه کار کردن، نروژیا چه کردن. بله اون وقت چون من خودم برای شرکت ملی نفت انگلیس کار میکردم، خیلی جالب بود که گاهگاهی منو به جلسات برنامه‌ریزی میبردند. در این جلسات برنامه ریزی مثلا به صراحت می دیدم که چگونه اینها از شرکت های نفتی استفاده های مناسب می برن. یعنی قوانین همه درست بود، هیچ کس به کسی حق رشوه مثلا نمی داد. شرکت های نفتی باید می اومدن برای یک قطعه از زیر دریا که حفاری بخوان بکنن باید می اومدن شرط بندی می کردن، یعنی می اومدن مواطعه بگذاشتن و بعد انگلیس بهشون میگفت خیلی خوب، اگر شما خواستید فقط این نیست که بگین چه مقدار پول به ما میدید، باید به ما بگید چه مقدار هزینه شما میخواهید در دانشگاه های ما صرف کنید. چه مقدار شما میخواهید صنایع داخلی انگلیس رو کمک بکنید. یعنی شما اگر میگفتید مثلا فرض کنین من 50 مایل از زیر آب دریای فلان قسمت رو میخوام که حفاری کنم، شما باید میگفتید چه مقدار پول میخواهید در دانشگاه های انگلیس خرج کنید، چه مقدار اجناس انگلیسی میخواهید بخرید، چه مقدار متخصصین انگلیسی رو میخواید استخدام کنید و غیره و غیره. یعنی این کشورها از این شرکت‌های نفتی استفاده ای رو کردن که سبب شد بسیاری از دانشگاه‌های انگلیس دوباره زنده شدند. مؤسسات تحقیقاتی انگلیس دوباره زنده شد. بعضیاشون وادار میکنن که اینها باید بیان مؤسسات تحقیقاتی در خود انگلیس تأسیس بکنن که این امتیازو بتونن از دولت انگلیس بگیرن که در اونجا اکتشاف انجام بدن. بنابراین من کاملا از نزدیک آشنا شدم با طریقی که یک کشور مدرن از صنایع مدرن نفت دنیا به صورت انسانی و به صورت منطقی با توجه به منافع ملی بهره برداری میکرد و این واقعا یک درسی بود برای ما. و نمونه دیگرش که البته به نروژ هم برمیگرده این بود که بسیاری از این میدانهای نفتی بین نروژ و انگلیس مشترک بود و با توجه به خاطره‌ای که من از دوران جوانیم داشتم وقتی در در خلیج فارس کار میکردم روی یکی از سکوهای دریایی لابکو، شرکت لابکو، الان اسمش عوض شده دیگه نمیدونم چیه، فکر میکنم سلمان یک چیز ممکنه باشه. بله من آشنا نیستم باش میادش. اونجا که کار میکردم یادمه که آخر هر هفته یک دونه کشتی نیروی دریایی ایران میومد نزدیکی به سکوی دریای ما و از طرف ابوظبی هم یک دونه از این دکل‌های حفاری می اومد نزدیکی سکوی دریای ما و بعد این کشتی نیروی دریایی یک شلیک به اون می‌کرد، دیدن که بزنتش، هدف این بود که بگه و اون میگذاشت میرفت و دوباره هفته دیگه اینو تکرار می‌کردن. این به خاطر این بود که اونا ادعا داشتن که مثلا میانه کجاست، ما ادعای دیگه ای داشتیم و در نتیجه این موضوع به صورت به نروژ و انگلیس در جنگ و دعوا نبود. همین نکته جالب همین بود. وقتی من این رو میدونستم گفتم خدایا تمام این منابع دریایی شمال درست بین این دو تا کشوراست، اینا چیکار می‌کنن؟ و بعد من دیدم به صورتی واقعا متمدنانه متخصصین مثل خود من رو می آوردن از دو طرف، ما می نشستیم مطالعات کامل زمین شناسی می کردیم، می دیدیم که در هر طرف چه مقدار از نفت وجود داره و بعد برنامه ریزی هایی می کردیم که یا
یک طرف مسئول توسعه دادن هر دو قسمت باشه، یا هر قسمت رو یک طرف برای خودش توسعه بده و دیولوب بکنه، ولی طبق ضوابطی که متخصصین امثال من می نشستیم محاسبه می کردیم و می دادیم. و این به من نشون داد که دو گروه متمدن حتی در مسئله نفت که میتونست در بقیه دنیا این همه جنگ و جدال، مثلا شما میدونین جنگ وارد شدن ارتش عراق به کویت فقط به دلیل این بود که ادعا میکردن کویتی ها منابع نفتی اونها رو از زیر زمین دارن میکشن. شما فکرشو بکنین، حالا اگر یک چنین اتفاقی قرار بود در دریای شمال بیفته که اونجا جنگ سوم جهانی راه میافتاد. این بود که من دیدم. ببینم شما در استخدام هر دو بودی؟ نه من در استخدام شرکت ملی نفت انگلیس بودم. نفت انگلیس بودی. بعدش هم که این رو خصوصیش کردن شد بریت اویل. اون موقع باز من در استخدام بریت اویل بودم، بعد بی پی. منتها کار رو متخصصین میکردن، این کاری نبود که طرفین. و ما وقتی دوره هم دیگه می نشستیم، خب اطلاعات رو به هم دیگه نمیدادیم، مثل مثلا یک دادگاه. اطلاعات نمیدادیم. بله اطلاعات رو نمیدادیم، منتها به تدریج تقسیم میشد. یعنی یه مقدار اطلاعات ما میدادیم، یه مقدار اونا میدادن، با هم دیگه مطالعه میکردیم، به نتیجه میرسیدیم هر دو طرف درسته، بعد جلو میرفتیم. یعنی ضمن این که این احتیاط ها بود، ولی هیچ نوع از اون تخاصم، جدل، جنگ، کسی فکر کنه میخواد سر کسی دیگه کلاه بگذاره. خب این مجموعه فعالیت هایی که انجام میدادید روی خود سکوها بود؟ نه. یعنی محل کارتون اونجا بود یا نه؟ این فعالیت ها در خشکی بود که ما محاسبه میکردیم میدان نفتی چه قسمتش مال یک گروه چه قسمت دیگش. بعد باید میومدیم طرح توسعه دادن میدان نفتی رو ایجاد میکردیم که خب کجاها باید چاه زد، چند تا چاه باید زد، چه نوع تأسیساتی لازم داره. و بعد من برای این برنامه مقدار زیادی از عکس های این سکوهای دریایی رو اضافه خواهم کرد که بینندگان عزیز ما بتونن کارو ببینن. بله ببینن چه شرایط سختی داره. اون وقت وقتی که ما میدیدیم دقیقاً باید چگونه یک میدان نفتی توسعه پیدا بکنه و نفت یا گاز ازش تولید بشه و به کدوم طرف بره، به طرف نروژ بره یا به طرف انگلیس بیاد، چه لوله هایی لازمه، چه نوع وسایلی لازمه، چه نوع سکوی دریایی لازمه، اون موقع طراحی اونها انجام میشد در گروه های دیگه ای که خارج از تخصص منه. وقتی که اونها ساخته میشد، این دستگاه ها رو می آوردن، دستگاه های عظیم غول پیکر، هر کدوم به اندازه یک آسمان خراش 30-40-50 طبقه می آوردن، در کف دریا می گذاشتن. اون موقع ما شروع می کردیم به آزمایش کردن چاه‌ها که اون موقع باز من می تونستم به بعضی از این سکوها برم، یا اینکه اطلاعاتشو برای من می فرستدن. معمولا در چه عمقی از دریا؟ در چه عمقی از آب؟ خیلی از تقریبا 3-4 هزار فوت زیر آب میدانهای نفتی دریای شمال شروع میشه تا عمقهای شاید 10-15 هزار پا زیر آب. بله یعنی 1 کیلومتر تا 15 کیلومتر. بله البته در گالف آف مکسیکو خیلی عمیقتر از عمیقتر. چند مایل میاد میره. بله ولی در دریای شمال در این ابعاد بود که داشتیم. بله خب خلیج مکسیکو آرامتر از دریای شمال. خلیج مکسیکو آرامتر هست، منتها هر چند از چند گاهی یک طوفان شدید میاد داره. که تا این طوفان شدید میاد، این پلتفرم ها همه افراد رو ازشون خالی میکنن و وسایل رو متوقف میکنن، چاه ها رو میبندن و به ساحل میان تا دریا بره. در دریای شمال بعضی وقتا مثلا شما 1 هفته یا 2 هفته طوفان های شدید دریا دارین، موج های 20 فوت 30 فوت 40 فوت، و باد به سرعت مثلا تا 50-60-100 مایل. عجب. و شرایط بسیار سخت، خیلی سخت، خیلی سخت، که در اون جور وقتا شما نه به این پلتفرم ها میتونید برید نه میتونید برگردید، چون هلیکوپترهایی که در اینجا به کار میبرن، من برای شما عکساشون رو خواهم گذاشت در برنامه که ببینید. از لحظه‌ای که هلیکوپترها درست مثل یک پرنده کوچولویی هستن که در طوفان به این ور اون ور میره، اینکه نمیتونن پرواز کنن در چند ساعت. از لحظه‌ای که خب تشخیص داده میشه، یعنی برآورد میشه که اینجا نفت هست و باید چای زده بشه. بله. و سکوی تعبیه بشه در دریا، چقدر طول میکشه؟ بین 5-10 سال. پنج چاه برای هر چاه؟ نه برای هر یک میدان. هر یک میدان. بله زدن چاه وقتی که شما اون دکل حفاری رو بیارین، شاید مثلا 1 ماه تا 2 ماه حد اکثر یک چاه زده میشه، آزمایش میشه. بله اون وقت موقعی که این سکوهای تولیدی رو آوردین، بعضی از این سکوهای تولیدی خودشون هم سکوی حفاری جزشون هست. یعنی مثلا شما ابتدا میایین در یک میدان نفتی که مثلا فرض کنین ابعادش مثلا ممکنه 2-5 مایل باشه، مثلا در اینجا شما مثلا میان 5-6-7 چاه در طول مثلا 4-5-6 سال حفر میکنیم، مثلا سال 1-2 تا. اون وقت امثال من این چاه ها رو آزمایش میکنیم. از آزمایش همه این چاه ها و مطالعات زمین شناسی و لرزنگاری
میفهمیم که چه مقدار نفت در اونجا وجود داره، چه نوعی نفت هست، با چه مقداری هر چاه میتونه این نفت رو تولید بکنه. همه این محاسبات که انجام شد، اون موقع ما میایم میریم سفارش ساختن اون سکوهای تولیدی و حفاری رو میدیم که خود اونا ممکنه هر کدومشون 1 بیلیون 2 بیلیون قیمتشون باشه. اونها چند سال طول میکشه تا ساخته بشن بر حسب اینکه چه نوعی هست. اون وقت بعضی میدانها خیلی بزرگه، بعضی ها چند تا کوچکتر روش میگذارن. اونها رو که اومدن گذاشتن، اون موقع تازه حفاری شروع میشه، حفاری برای چاهای تولیدی، چون چاهای اولیه برای این بود که بفهمیم چه نوع نفتی وجود داره، چه مقدار وجود داره. و بعد از این سکوهای دریایی چاهای جدیدی هم زده میشه و اون موقع است که تولید شروع میشه. البته این برای اینکه تولید بشه انجام بشه، چون در دریای شمال اینقدر طوفان زیاد هست که شما نمیتونید یک کشتی رو بیارین دائما کنار یک سکو که بخواد نفت رو بگیره. نفت باید به وسیله لوله بعضی وقتا 100 مایل از اونجا به یکی از سواحل بره و بعد در اون ساحل هست که کشتی های نفتی میتونن اون نفت رو بارگیری بکنن و برای جاهای مختلف دنیا ببرن. این دو کشور، نروژ و بریتانیا، تا چه نفت دارن؟ عرض کنم که مشخصه. آره خیلی طولانی، ولی به خاطر روشی هم که دارن خیلی طولانی تره. مثلا عرض کنم که بعضی از میدانهای نفتی که من همون اوائل سالهای 1900 و مثلا 78-79 به بعد روشون کار کردم، ما فکر میکردیم مثلا 20 ساله بعد اینها کارشون تمام میشه. منتها انگلیس یک روشی داره و اون روشش این هست که دائما امتیازات مالیاتی به این شرکت ها میده. مثلا مالیاتشون رو کم میکنه یا بهشون میگه هر هزینه‌ای که اینجا انجام بدن، معادل اون هزینه میتونن در یک میدان نفتی دیگه از سود مالیاتیش استفاده کنن. مثلا اگر شما اومدین 100 میلیون دلار برای توسعه دادن یک میدان نفتی مصرف کردین، اون وقت این هزینه شما حساب میشه به عنوان هزینه در یک جای دیگه که شما مالیات دیگه ای نخواهید بدین. و از این طرق مالیاتی انواع و اقسام راه ها رو پیدا کردن که دائما عمر این میدان ها رو طولانی میکنن و این میدان ها تا روزی که درآمدشون مثبت ادامه پیدا خواهد کرد. دولت انگلیس دقیقاً میدونه هر میدان نفتی چقدر داره تولید میکنه، چقدر مالیات میده، چقدر هزینه شه. در نتیجه مالیات ها رو دارن طوری تنظیم میکنن که شرکت ها براشون منافع داشته باشه که این رو بازم ادامه بدن و راه های افزایش بهره برداری رو در این میدان ها به کار ببرن. مثلا به ندرت یک میدان نفتی در دریای شمال توسعه یافته شد، یعنی به روی کار اومد، که از همون ابتدا وسایل تزریق آب به اون انجام نشه. اختلاف این که آیا در یک میدان نفتی شما آب تزریق بکنید یا نکنید، الان میگم چقدر. مثلا فرض کنین اگه قراره یک میدان نفتی مثلا فرض کنین 1 میلیارد بشک نفت تولید بکنه، خب اگر شما اومدین آب درش تزریق کردین، احتمالاً اون رو 2 یا 3 برابر خواهید کرد. عجب. بله. و این نوع روش به دلیل اینکه وقتی که آب تزریق میکنین، فشار میدان رو بالا میبره و بعد خود نفت رو هم جابجا میکنه، به طرف چاه میاره. بله. و این رو بهش تزریق آب میگن، که البته در ایران من خیلی امیدوار بودم ما این رو شروع میکردیم. نکردیم. چرا بخونیم؟ یا تزریق گاز. خب اینا احتیاج به برنامه‌ریزی داره. تزریق گاز چرا شروع شد؟ وقتی که من سال 78 به ایران رفتم، تزریق گاز در میدان عظیم گچساران شروع شده بود. فکر میکنم هنوز هم باید ادامه داشته باشه، ولی خب اطلاعات خیلی کمه. من اگر چیزی بخوام بگم از روی حافظه هست، شاید صحیح نیست. وقتی قیاس میکنیم وضعیت این میدانهای نفتی در دریای شمال در اروپا رو با مال خود در ایران، ما متوجه میشیم که این طبیعت چقدر به ما لطف کرد. مفت و مجانی همه چیز در اختیار ماست. میخوام ببینم تفاوت هزینه ایجاد چاهای نفت در مثلا در خلیج فارس و مقایسهش با دریای شمال. بله. از قبل قیاس هست؟ نه خیر. شاید 1/3 باشه. یک سوم. مثلا اگر فرض کنین در خلیج فارس 10 دلار برای ما تمام میشه، اینجا 30 یا 40 دلار تمام میشه. عجب. بله. دریای شمال دریای بسیار طوفانی. بله. خلیج فارس دریایی است آرام. بله. گاهی طوفان‌هایی داره، ولی فوق العاده آرام. عمقی کم. قسمت اعظم خلیج فارس عمقش بسیار کمه. و جنس نفت چی؟ جنس نفت دریای شمال خوبه، سبکتره. بله. جنس نفت دریای شمال سبکتر هست. استانداردش نفت برنته.
که نفت برنت معادل نفت های سبک ایران هست. منتها خب ما نفت های سنگین تر هم داریم. در نتیجه از نظر قیمت سبکی و سنگین ناشی از چیه؟ ناشی در طبیعت شف مکانیزم وجود داره که نفت رو سنگین و سبک. بله. اگر فرض کنیم این مواد ارگانیک بودند، مواد عالی بودند، خب که اینها به زیر لایه ها رسوب کردند به دلیل الگی و موجودات زنده آبزی و غیره و روی اینها شن و گل نشسته و بعد به تدریج اینها فشار داده شده رفتن عمیق‌تر و عمیق‌تر تا به عمق مثلا از 5000 فوت تا مثلا 15000 فوت رفتن، هر چقدر عمیق‌تر این لایه ها پایین‌تر برن درجه حرارت بالاتره و فشار بالاتره، در نتیجه اون تبدیل مواد ارگانیک به مواد هیدروکربن، هیدروکربن سبکتری رو ایجاد میکنه، یعنی مولکول‌های سبکتری هستن، مولکول‌های کوچکتری هستن، در حالی که هر چقدر درجه حرارت کمتر باشه و عمق کمتر باشه ولی هنوزم هیدروکربن تولید بشه، این هیدروکربن‌هایی رو تولید میکنه که مولکول‌هاشون یکم سنگین‌ترن و درشت‌تر هستن. ولی در عمل صنایعی وجود داره که ما نفت سنگین رو میتونیم به همون آسونی بشکنیمش و تبدیلش کنیم به نفت سبک، که نفت سبک رو میتونیم مولکولاش رو به هم بفشاریم و تبدیلش کنیم به همه جور موادی که لازم در پالایشگاه عملا میشه. در اکثر پالایشگاه دنیا یه ترکیبی از همه این نفت ها رو به کار میبریم، یعنی نفت های سبک و نفت های سنگین رو بر حسب خصوصیاتی که دارن و موادی که درشون هست و اینکه ما چی لازم داریم. مثلا اگر بخوایم روغن ماشین ایجاد بکنیم، خب طبیعیه که ما نفت هایی رو میخوایم که در اونها یک نوع به خصوصی از مولکول ها هستن و بیشتر پارافینیک هستن، در حالی که اگه مثلا فرض کنین سوخت هواپیما بخوایم چیز دیگه است، اگه بنزین ماشین بخوایم چیز دیگه است و غیره. پس بر مبنای اینکه چه نیازی داریم ما میتونیم اون نفت به خصوص امتحان کنیم. در پالایشگاه از جاهای مختلف دنیا نفت میخرن و ترکیب میکنن اینها رو با هم تا اون ترکیب به خصوصی که مورد نظرشونه، مثلا در زمستان یک نوع، در امریکا در زمستان ما کمتر رانندگی میکنیم، در اینجا احتیاج به بنزین خیلی کمتره، ولی در تابستان اینجا خیلی بیشتر رانندگی میکنن، احتیاج به بنزین بیشتری، در زمستان به سوخت مثل کروسین و گازوئیل بیشتر لازم داریم، در حالی که در تابستان بیشتر بنزین لازم داریم. و پالایشگاه با این تغییراتی که در اون نفتی که وارد میکنن برای تصفیه از این روش ها استفاده میکنند. بعد از این کارگرها رو میبینیم تو این سکوهای نفتی در دریای شما که دارن چه کار طاقت فرسا و سختی رو انجام میدن در برابر هم چشمندا دریا و طوفان‌های شدید و امواجی که خیز برمیدارن به بالا. میخوام ببینم که اینا چقدر حقوق میگیرن. فکر میکنم اونهایی که در صنایع نفت کار میکنند بیشتر از بسیاری از رشته های فنی حقوق میگیرند، بیشتر از حتی بله حقوقشون خیلی بالاست. مثلا همون کارگری که اون کارو داره در اونجا انجام میده به مراتب حقوقش بالاتر مثلا یک کارگری هست که کار سخت میکنه ولی مثلا در یک معدن زغال. این هست که ولی خب خطراتش چرا رقمی نمیتونید بدید؟ خیلی برای من مشکله. مشکل بله خیلی مشکله. دفعه دیگه بپرسید بپرسید. حتما چشم میتونم یه مقدار ولی کارشون هم بسیار سخته. خیلی سخته. در روی یک چند ساعت کار می‌کنه؟ 8 ساعت. معمولا 8 ساعت کار می‌کنه. سه شیفت دو شیفت چجوری؟ چهار معمولا 24 ساعته. 24 ساعت کار. بله. این چند سه شیفت شما دارین اونجا؟ خب اینا چجوری میان و میرن؟ اینها معمولا یا یک اگر در جایی باشه که هواش مناسب باشه معمولا یک دونه کشتی در اونجا قرار گرفته در نزدیک اونجا که این در اون کشتی هستن و بعد از اون کشتی رفت آمد میکنند از طریق وسایلی که با کرین اینا رو برمیدارن و میذارنش اونجا. یا اینکه در روی خود این دکل ها هست که وسایل خواب و غذا خوردن و اینجور چیزها براشون هست. منتها خیلی محیط سختی هم هست. سخته. خودم اونجا ها بودم میدونم واقعا. مثلا بیشتری زمانی که اونجا بوده چقدر بود؟ مثلا روی یکی از این دکل ها بودید. اسم اون دکل کجا می که تصویرش هم بتونیم نشون بدیم؟ بیشترین زمانی که من بودم در تقریبا دو ماه دو ماه در روی سکوی پروداکشن لابکو بودم در خلیج لابکو؟ فارس. بله. ها در خلیج فارس. در خلیج فارس بله. که فکر میکنم اسمش فکر میکنم سلمان شده. در نورسی کارهایی که من باید انجام میدادم معمولا باید میرفتم یه چاه آزمایش میکردم و برمیگشتم. در سالهای اخیر مثلا اگر فکر کنیم در طول مثلا 15 ساله گذشته بیشترین وقتی رو که بودم روی دو تا سکوی حفاری در کانال سوئز بودم که در مصر چاه می‌زدیم و روی یک دکل حفاری در آب‌های ابوظبی بودم.
بله. اسم دکل چی بود؟ اون الان خاطرم نمیاد، خیلی باشه. بله بسیار خب دکل های حفاری خیلی زندگی سخته روشون. سخته. زندگی سخته. معمولا بر حسب اینکه اینا کجا هستن کارگران معمولا یک نوعی هست. مثلا اونایی که در خلیج فارس بودن کارگرانشون بیشتر مال بنگلادش بودن. بنگلادش یا پاکستان یا هند. شمال چی؟ دریای شمال؟ دریای شمال نه، دریای شمال اروپایی هم بیشتر. بله بیشتر اروپایی بودن. بله. خب تأمین امنیت چه به چه سانه؟ مثلا جلوگیری از تعرضات تروریستی به این میدان‌های نفتی و اینها. بله. عرض کنم که این دکل حفاری چون مثلا وسط آب قرار گرفته، این تروریست‌ها معمولاً آدمای راحت طلبی هستن. اگه بخوان خیلی آسان‌تر برن براشون یک مرکز خرید و فروش رو برن بمبارون کنن، یا یه سینما یا یک کلوب، ولی نه یه دکل حفاری وسط دریا. این است که راستش هیچ وقت به ما حمله نکردن. من جاهای مختلف بودم. هیچ جایی مثل که تا خب خیلی تشکر می‌کنم. همینم این گفتگو رو دنبال می‌کنیم با آقای دکتر قاسم بیات، کارشناس برجسته نفت و گاز. تا برنامه دیگه خواهش میکنم به قسمت دوم از این گفتگو هم حتما عنایت بفرمایید در برنامه آینده. تشکر از شما.